سلام دوستان بعد از روز شنبهتون بخیر، خوش آمدین به برنامه امروزی مردم که همتون در ساعت کامل باشین. دوستان عزیز، برنامه شروع شده، بشیجان بر شما میخوای غذای خوشمزه آماده بسازن همراه با یک تزیین میوه. و همچنان دوستان عزیز، امروز در برنامه معرفی خوراکی داریم که دچار بیماری سرطان نشیم. این بخش هم در برنامه داریم. اول تر از همه بشیجان فکر کنم که قیچی گرفته، فکر کنم میخواین که قبل از قبل که برنامه شروع شود میوه رو جور بکنن. اما بشیجان، برنامه شروع شده، با دوستان بازیاد بتین. با تقدیم سلام خدمت هر یک شما عزیزایی که امیل از برنامه رو تماشا میکنه و میخوای که غذای خوشمزه رو همیشه یاد بگیری. امروز خب امروز باشی جان، یک سوال از پیش خود دارم. فاصله پخته میکنی یا بامیه کدام شه؟ هر دو شه. به خاطر دوستا رو گفتم متوجه باشن که باشی جان امی فاصله و بامیه یک کمه که دنامش مشکل داره، هر دو شه یک دفعه قدوت میشه از پیشش. اما امروز غذایی که میخوان آماده بسازن بامیه است. بامیه آماده میسازیم. چند بار امتحان کردی باشی جان، تکرار کردی پیش خود تا که نامش یاد گرفتی؟ خو یگان وقت فکر دادم نمیشه فاصله را بامیه میگی، بامیه را فاصله. تو خمه یگان... کچالو میگی یگان دفت بشه جان. نه دیگه بشه جان، تو بیخی دیگه مارالت بیخی دیگه خود دوستا چون... برنامه رو تماشا کردن خیر از فرق نمی کنم. خدا و خطایی یگان دفت یگه پارا داره دوستا عزیزی که خدر چیتی هم باید نباشیم. خب دوستا، هم براتون غذا آماده میسازم و هم یک سالات. خب سالات امروز دل خودم خواست که آماده بسازم. من آن را دیدم در دکان که بسیار هم تو مقبول ماندگی بود، گفتم امروز یک سلات آماده می سازیم. سلات میوه می خواهیم آماده بسازیم داخل آناناس یا که تغییر میکنن؟ نه، داخل آناناس باید که سلات آماده بسازیم. و امروز یک غذا بسیار ساده گرفتیم، آسان. مواد لازمش هم بسیار کم است و بسیار آسان و ساده آماده میتونیم ساخته. بله، و به خصوص که بشه جان، بعضی دوستای ما اگر در بیرون متوجه شده باشی که دوستا خود تا میبینن یا من میگن که غذای آماده بسازین آسان باشه و در ضمن ازی مواد لازمش هم کم باشه، یعنی هر کس بتونه آماده بسازه. بله. چی غریب و چی پیسه دار. امروز بشه جان هم اقتصاد شما دوستا در نظر گرفته. امو دوستای سم بادنجان رومی را که میخواین داخل بامیه اضافه بکنین، امرا با پیاز تنها امو مواد است، یعنی شاید یک ساس بشه جان بهش اضافه کنه و بس. و اگر شما خواستین باز میتونین اضافه کنین. بله. خب امروز قسمی که یک فرمایش جامعت در یک جای من استاد بودم منتظر موتر، دو همشه از اون قسمت تیر شد، گفت بشیر است، خدا من سلام علیکی، گفتن چی میشه که یک غذای آسان برای ما آماده بسازده. که امروز خاص خاطر از که فرمایش امروز بود و خواستن غذای آسان، بسیار یک غذای ساده و آسان آماده میسازم با یک طعم خاص. بله، چرا که موسم شما است باشه جان، دیگه ترکاری و فاصله بامیه و گپا دیگه زیادتر میشه. پس خوب دوستای ما امروز برنامه رو تعقیب بکنن و بتونن این بامیه را یاد بگیرن. طرز آماده ساختنش فکر کنم که کامل خود تغییرات آورده باشی، اما مواد لازمش عین چیز دوستای عزیز. خب میشه باشه جان بر دوستا مواد لازمه بگویید؟ بله. خب مواد لازم سالاد میوه که آماده میسازیم: کیله، آناناس، ناک، سیب، کیوی و یک عدد مالته. و مواد لازم غذایی که آماده میسازیم: بامیه، پیاز، بادنجان رومی، سیر، کیوب و روب انار. خب من فکر کردم حتماً سویا ساس باشم و روب انار است. روب انار است. شما که از روب انار نداریم، میتونید که به جای روب انار روب بادنجان رومی اضافه کنن. و به خاطر ترشیش میخوای که طعمش ترش شه، میتونید یک دو عدد لیمو را آبش بگیرن که لیمو هم در بازار فراوان از سایز میتونید که استفاده بکنین. خب دو سایز مواد لازم بشیرن بر شما گفتن و قسمی که در ابتدای برنامه براتون گفتم، ما امروز بر شما چند مواد خوراکی معرفی میکنیم که اگر ما استفاده بکنیم هیچ وقتی دچار بیماری سرطان نمیشیم. دو سایز این بخش با هم تماشا میکنیم، در دمه برمیگردیم، با ما باشید. مهلکترین بیماری زمانه یعنی سرطان را با این خوردنی ها از خود دور کنید. خانواده کرم ها. تمام خانواده کرم ها به ویژه کرم و بروکلی حاوی مواد مغذی بشماره هستند و خدمت زیاد به سلامتی ما می کنند. برای این که از این مواد مغذی ضد سرطان بهره‌مند شوید، کرم، شلغم و بروکلی زیاد میل کنید. توجه داشته باشید که بروکلی حاوی یک نوع خاص از این ترکیبات ضد سرطانی می باشد که شما را از این بیماری مهلک دور نگه می دارد. برای اینکه از تمام خواص این سبزیجات مفید بهره‌مند شوید، از پختن طولانی مدت آنها بپرهیزید. اگر بوی گوگرد استشمام کردید، به این معنی است که این سبزیجات را بیش از حد حرارت داده اید. متاسفانه حرارت زیاد و طولانی مدت مواد مغذی این سبزیجات را از بین میبرد. پیاز. پیاز از خانواده ایلیاسه ها میباشد، یعنی خانواده سیر،
نوش پیاز و گندنه. پیاز خواص ضد سرطانی دارد، به خاطر اینکه روند رشد و گسترش تومورها را به هم می‌ریزد. زنجبیل. سلول‌های نرمال بدن یک دوره حیات محدود دارند، اما برعکس سلول‌های سرطانی بی‌وقفه در حال انتشار و زیاد شدن هستند. خوشبختانه زنجبیل حاوی ترکیبات مغذی به نام جینجرول 6 می باشد که مدت زمان حیات سلول‌های سرطانی را کوتاه‌تر می‌کند. در واقع ترکیبات موجود در زنجبیل اجازه نمی‌دهند که این سلول‌های مخرب خود را در خون ذخیره کنند. چای سبز. چای سبز یعنی یک طعم دلپذیر و یک دنیا خاصیت. ترکیبات مغذی موجود در این چای خواص ضد سرطانی بسیار قوی دارند. برای اینکه از خواص این چای به بهترین نحو استفاده کنید، توصیه می‌کنیم که روزانه 3 گلاس چای سبز میل کنید. سیر. از خواص سیر هرچی بگوییم کم گفتیم. محققان به اثبات رساندند که سیر میتواند سرطان معده و سرطان کلورکتال را کاهش دهد. برای استفاده یک کامل از خواص سیر آن را باید میده کرد. توجه داشته باشید که سیر کوبیده شده تمام خواص خود را آزاد میکند. برای همین توصیه میکنیم اول سیر را بکوبید و 10 دقیقه بعد از آن را مصرف کنید تا بیشترین میزان خواص ضد سرطانی آن نصیبتان شود. سمارق. سمارق ها انواع متنوعی دارند و همه انواع آن خواص متعدد دارد. در حالت کلی همه انواع سمارق ها حاوی ترکیبات ضد سرطانی هستند. برای همین توصیه میکنیم اگر دسترسی دارید از انواع مختلف آن استفاده کنید تا مواد مغذی متعدد نیز به برنامه غذاییتان اضافه شود. انار. نه تنها انار یکی از قدیمی ترین میوه های موجود است، بلکه این دانه های یاقوتی حاوی خواص زیاد و ترکیبات ضد سرطانی فوق العاده دارد. انار خواص ضد التهابی نیز دارد. می توانید از این میوه در ترکیب سالادهایتان نیز استفاده کنید، چون طعم فوق العاده با آن می بخشد. زردچوبه. زردچوبه با آن رنگ زیبایش حاوی میزان قابل توجه ترکیبات ضد سرطانی دارد که بر روش‌های متعدد از ابتلا به این بیماری پیشگیری می‌کند. این ادویه پرطرفدار نه تنها التهاب را کاهش می‌دهد، بلکه جلو انتشار سلول‌های سرطانی را می‌گیرد. بدانید که زردچوبه می‌تواند سلول‌های سرطانی را در مراحل مختلف حیاتشان نابود کند. اگر زردچوبه دوست ندارید، زمان آن فرا رسیده است که تغییرات در ذائقه‌تان ایجاد کنید. این ادویه را به غذاهایتان اضافه کرده و از خواص بیشمار آن بهره‌مند شوید. چاکلیت سیاه. باز هم مژده دیگر به طرفداران چاکلیت سیاه، چون این چاکلیت حاوی ترکیبات است که خواص ضد سرطانی دارد. به دنبال چاکلیت هایی باشید که حاوی 70% ککو باشد. برای آشپزی از ککوهای طبیعی و سیاه استفاده کنید. 1 تا 2 مربع چاکلیت سیاه در روز برای جذب خواص آن فوق‌العاده مهم است. شما دوستان با شما هستیم، امیدوارم شما هم بتونید از این خوراکی استفاده کنین تا که این بیماری کشنده را از خود دور نگاه بکنین. و ما با شیرون دستید صحبت میکردیم، با شیرون میگفت که نامش نگی، اینقدر از نفرت دارین با شیرون، هیچ کس خوش ندارم، اما بسیار شما در مقابلش حساسیت دارین. بخیر زم نامش بد میبرم به خاطر که بیچاره مریضی خراب است، هر کس گرفت خلاص دیگه گلمش جمع است. پس خوب است بعضی خوراکی ها را استفاده کنیم تا که به این بیماری مبتلا نشیم. باشه جان. بله، اگه این رقم باشه که پیاز و زنجبیل، زردچوبه، گپاستا، میخک، بیخیک، سرش چلیپا میگیریم دیگه زی بابا زنجبیل. باشه جان، رو زردچوبه خورده، زردچوبه خورده خود زرد نگردانین. یک وقت بگو زردی گرفتید. هر کس بینه فکر کنه خدا نخواسته خود زردی گرفته. ها خدا از همش نگاه کنه. باز لباسات هم سفید است، بیخ مقبول معلوم میشه. زرد و سفید و سرخ و خلاص 20 رقم میشادم. ضرورت به یک خریداریم.
خب بامیه را اول دو سایز وقتی میخواستیم آمادش بسازیم باید کاملا بشوییم، بعد از این باز میدش کنیم، بخاطر از اینکه اگر دو سایز ما میدش کنیم باز بشوییم دیگه طبعا مو مواد که داخلش هست یک ماده لزجی است که بازو بیرون میشه و در ضمن از این فوایدش هم از بین میره. یک نوع پروتئین خاص در امی تخم بامیه موجود است که در هیچ گوشت و در سبزی دیگه نمیتونیم پیداش بکنیم. روغن زیتون اضافه میکنیم به جای روغن نباتی؟ بله، به خاطر بعضی مرضی ها که بیشتر جان گفت دیگه بیخی خوراک تغییرات میاریم. بیشتر جان بیخی نام مرضی رو نمیگن، دو سایز مرضی ها میگن برش. مشکل نام از بسیار خطرناک است، خود مرض هم بسیار خطرناک است و فکر میکنم تداوی نداره و اگه داشته باشن بسیار مشکل است. خب بالاخره امید برسیم که دوستای ما به این بیماری کشنده مبتلا نشن و دوستای ما کوشش بکنن که زیادتر غذای صحی استفاده کنن، در ضمن از غذای استفاده کنن تا همیشه شما صحتمند باشین و در ضمن از دوستای عزیز غذا رو کوشش کنن کمتر سرخ بکنین، یعنی غذای سرخ قدر کمتر استفاده کنین و در ضمن از غذا که سرخ شه و مقدار کیفیتش هم بشه جان از بین میره، ترکاری باشه و بهتر است که طریق های پخت مختلف انتخاب بکنیم، مثل که داخل داش پخته میشه و بخار پز میشه، یعنی همیشه ما کوشش نکنیم که غذای سرخ کد استفاده کنیم. بله، خب ما امروز بامیه را سرخ میکنیم. اما بشیران روغنی که شما استفاده میکنین روغن زیتون است که روغن زیتون هیچ ضرر نداره و در ضمن از باز اونقدر سرخ نمیکنین که یعنی بیخی بسوزه. ما ساختم به اندازه سرخش نمیکنیم که بسوزه، صرف به اندازه سرخ میکنیم که رنگ خود روشن بسوزه و وقتی رنگش روشن شد کمی نرم هم میشه بعد از نوبت آماده کردن. بله و بعضی دوستان مثلا پیاز اینقدر سرخ میسوزن که بیخی رنگ خود از دست میدن، با امید از اینکه طعم غذا را تغییر بده، یعنی که خوشمزه بشه غذا. طعم غذا را تغییر نمیده بیشتر جان، رنگ غذا را تغییر میده. اصلا غذا اگر به مو اندازه خوشمزه اگر می باشه اگر رو پیاز سرخ کنن اما طعم خود از دست میده، مزهش از بین میره، صرف رنگ شکم روشن میسازه. چی بهتر است امرو با بعضی مسائل که در بازار هست برای دیگه هستم میتونیم که رنگش تغییر بدیم. بسیار خوب و بچه جان روغن زیتون اضافه کردین، بامیه رو فقط سرش گرفتین بس دیگه میدهش نکردین؟ نه خیر، میده نساختمش، بخاطر اگر میده میساختم تخمکاش بیرون میشد و موادی که داخل بامیه سو هم از بین میرفت و مزه غذا رو تغییر میداد. من صرف خواستم که به می شکل داخل دیگ بندازمش و به می شکل مخلوط کرده میریم تا هر چهار طرفش، یعنی دم داخل دیگ موادی که داخل دیگ است هر چهار طرفش به یک اندازه سرخ شد. بله و حرارت گاز هم نرمال از سایز شما که میخواین آشپزی بکنین کوشش بکنین که 10 دقیقه پیشتر باش پس خانه برین، به خاطر اینکه بعضی دوستای ما ده تا نجله میکنن گاز زیاد بلند میمونن که دور بر دیگ میسوزه و غذا هم خوشمزه آماده نمیشه. اما قدر که حرارت نرمال باشه اما قدر غذای که آماده میسازیم خوشمزه تر میباشه، به خاطر اینکه گفتگان تا بشیرینم تو دم گرفته پخته میشه. دم گرفته پخته میشه، اگر همون لحظه بیم حالا زود کده زود چو حالا ببهم چیز بناس پیاز سرخ نکو یا پیاز داغ نکو یا پیاز بسوزان یا سیر بسوزان، در این شکل نمیشه غذا. از این که در روز بهتر است که شمشبازی نکنیم یک ذره ترکاری رم را با نان خشک بخوریم، چطور؟ یه امرای پیاز بخورم، پیاز هم بخاطر بعض تکلیف ها خوب هستم. بعض تکلیف هایی که بیشتر دوستا شنیدن. بله. همون گپ هست میگن نان پیاز پیشانی باز بازم، یعنی بدون عجله اگه بخوایم تازه آماده بسازیم بهتر از دوستای عزیز. بله. پیاز چرا قدر بشیرون بزرگ میده میکنین به خاطر بامیه؟ خب به میشه که وقتی میده ساختیم باز کار ما آسان ده چی میسازه، یک برش این قسمت شکنیم پیاز خود به خود یک پیاز به چهار سر به شکل برش تقسیم میشه. یعنی میخواین وقتی که داخل دیگه اضافه کردین القایی باشه؟ کمک القایی باشه، زیاد نه. کسایی که خواست میتونن که میده میده بسوزن، حتی میتونن از تراشک بسوزن فرق نمیکنه، ولی زیادتر متوجه بامیه باشه وقتی سرخ میکنی به این شکل نمانش که داخل دیگه انداختیم سرخ میشه، باید که شعورش بتیم و او را همراه با خود دیگه همراه با کفگیری. بله با خود دیگه که دیگه باشه که بتانیم اوره البته شورش بتیم و بازم اگه دوستان مهمان می داشته باشن بشیران دیگه هم بزرگ می باشن باز می تانن کمرا با کفگیر چوبی جورش بکنن شورش بتن شورش بتن، ولی بسیار متوجه باشن اگر که زیاد شور دادن اوره همراه با کفگیر میده میده میشه خراب میشه تا این خود از دست میده خراب. خب یعنی وقتی که دیگه کلان می باشه یک کسی را بیارن که مثل دوست ما باشه جان کمه که بجان جور باشه، یعنی کلان باشه خودشم. بله حالا بیشتر جان گفتی که مثل دوست ما همه برکت آل دمیه شورا میخوندم من به خاطر یک وزن کلی کم شده. برعکس کم شده یا که زیاد شده چطور؟ کم شده به خاطر که وزن زیاد به درد نمیخوره، باید که وزن کم باشه.
طبعا دیگه وزن که زیاد شد بعضی بیماری ها با وجود می به خاطر اینکه چربی در وجود ذخیره می شود، اما قسم خود انسان هم به شروع یک رقم گرانگ می شود. بله. و یک نفر سوال کرد چرا چربی زیاد در این قسمت ها شکم زیاد میشه؟ خب خوب سوال است نگفتین؟ سوال خوب است. ای به خاطر زیاد میشه وقتی که کسی که نان میخوره زیادتر شکم از کسی که نان میشه که شکم بوسته نگذره، و اگر ما به اندازه بخوریم هر غذا که بخوریم شکم کلا نمیشه، به خاطر که اگر چرب باشه یا نباشه، اگر چرب باشه کل وجود ما جاق میشه، یعنی هزار قسمت وجود چربی میگیره یا گوشت میگیره چاق میشه، ولی تنها قسمت شکم که میشه اینا زیاد که میخوره شکم میپنده. وقتی شکم پندید پوست کش میکنه خدا و چربی که در وجود پیدا میشه که باید در واسطه وجود تقسیمات شود یا همش در قسمت شکم میشه. شکم میره اونو بیبی که یک وقت بیبی شکم نیسته، یک چند وقت بعد بیبی که نه یک میست میز بیسته ایجا. خب گفته یک دوست ما کتاره. دوستای عزیز بشیدن کم کم میخواین بامیه رو سرخ بکنن. شما که میخواین از این غذای خوشمزه یعنی بامیه آماده بسازین مواد لازم یادداشت بگیرین، و باز هم در بخش نمتای برنامه بر شما راجع به بیماری سرطان گفته که از کدام غذاها و از کدام چیزها پرهیز بکنین تا که به بیماری کشنده مبتلا نشین. این بخش با هم تماشا میکنیم، در ادامه برمیگردیم، با ما باشین. مواد لازم بامیه و رب انار. بامیه 1 کیلو، بادنجان رومی 500 گرم، پیاز 1 عدد، سیر 6 دندانه، رب انار 2 قاشق غذاخوری، گشنی 100 گرم، چکن کیوب 1 عدد، مرچ سیاه نمک قدر ضرورت. برای پیشگیری از سرطان از اینها بپرهیزید. از گوشت‌های سنتی و فراوری شده بپرهیزید، زیرا حاوی نترات بوده و تاثیر منفی در بدن ایجاد می‌کند. توصیه می‌کنیم تا جایی که می‌توانید مصرف گوشت سار، غلجات تصفیه شده را محدود کنید و از مصرف زیاد شکر و همچنین مصرف الکل بپرهیزید. توجه داشته باشید که مواد غذایی کنسروی حاوی ترکیبات شیمیایی مضر مانند بیسفنول A می باشد که اثرات منفی در بدن ایجاد می کند. توصیه می کنیم مواد غذایی داغ را در ظرف پلاستیکی نریزید. از ظروف پلاستیکی نیز برای گرم کردن مواد غذایی در مایکروویو استفاده نکنید. با شما هستیم دوستا، خوش آمدین به این برنامه. برسیم شما هم از بخش نکته برنامه به خوبی استفاده کنین، و ای که گفته بود در ظرف پلاستیکی باید غذای داغ نندازیم. پس کوشش بکنید دوستا که همیشه از ظروف آهنی و همچنان ظروف شیشه استفاده بکنین در غذای داغ. و می‌بینیم که بچه جان مصروف چی کار هستن، آیا کم کم بامی آماده میشه یا نه؟ بله، خب پیاز اضافه کردیم و یک چند خمانه مش کمی که پیاز نرم شه، و نوبت بادنجان میسوا در پیام شما دیدید دوستا که گفتن داخل مایکروویو ظروف پلاستیکی را نمونه. پلاستیکی دو نوع پلاستیکی است. یک پلاستیکی است که خاص به خاطر مایکروویو آماده شده که اصلا هیچ حرارت مایکروویو سرش تاثیر نمیکنه. بله. و آب هم نمیشه، و موادی که در اون استفاده شده خاص به خاطر غذا استفاده میشه که نقص نداره. استاندارد اگه باشه بازو وقت نقص نداره، اما اگه غیر استاندارد باشه خود ما استفاده بکنیم طبعا نقص خدا داره. و بشیر جان شما چند روز پیش قسمی که دوستان مشاهده کردن در قالب پلاستیکی کیک آماده کردین، فکر کنم او هم خاص به خاطر کیک بود. بله، قالب خاص به خاطر کیک است که میتونیم داخلش کیک آماده بسازیم، و کمک به میشه که زیادتر وقتا کسایی که کیک تزیین میکنن از پیششون داخل قالب میچسبه و متزین خراب میشه. به خاطر قالب های پلاستیکی است که به شکل چرمی است، توی میتونیم براحتی از استفاده کنیم. و گپ مهم که بود و خاطر مایکروویو بود که اصلا کوشش کنیم که زیادتر از مایکروویو استفاده نکنیم. خب اگر از داش استفاده کنیم مشکلی نیست، چرا که حرارت 20 هم میتونیم همراه با داش گرم شد غذا هم گرم میشه، ولی مایکروویو یک حرارت لذیذی داره که خود مایکروویو سرطانیست و باید که استفاده نشه. و کسایی که استفاده میکنن باید که مثلا اگر خواستن که داخل بشقاب شیشه ایست غذا رو میخواین گرم کنن، باید که سرپوش دیش، اگر دیش میباشه سرپوش بانن، اگر نیست یک بشقاب دیگر بالای هم دیشک بانن تا سرش بسته شد و حرارت مستقیم از مایکروویو به خود نگره. بله، و داشت تو داشت خواهی مشکل پیش نمی کنه. بله، داشت هیچ مشکل نداره، میتونیم هم رو با داشت همیشه استفاده کنیم، ولی مایکروویو دیگه باید استفاده نشه.
استفادهش باید کم کم محدود شه و دوستای کوشش بکنید که غذا را بیشتر سر گاز پخته بکنید، به خاطر اینکه بشیران گفت که مایکروویو نواقص خدا داره، به خاطر اینکه پس غذا را گرم میکنیم یک شایعه داره که بر صحت مفید نیست و گفته باشه جان به بیماری. چطور باشه جان؟ بله ادامش نگی که از نماز بسیار بده میایم. هیچ کس خوش فکر نکنم بیایم و شما زیاد اساسیت دارن مقابلش. و چی کردین بشیران بامیاره؟ مانین کم کم دوگام حرارت میگیره، کدام چیز اضافه نکردین؟ هیچ چیز اضافه نکردیم. بازم جانو میره هم مایده ساختیم و یک دانش مانده بوده میجه که ایران باید که مایده کنم. و وقتی بازم جانو میره همش مایده شد تا وقت پیاز هم نرم میشه. ولی خب پیاز اضافه کردین شما؟ بله. همین شکل پیاز آهسته آهسته نرم سازه خدا و بادنجان می آخر باید که مایده بسازم. خب بشو جان اگه میشه باز کمی مرچ تازه هم اضافه بکنیم در بینش خوشمزه تر میشه. طعمش خوبش میشه ولی امروز نخواستم نباشه مرچ به خاطر که بعضی وقتا میده سوزش میکنه، باید که مرچ اضافه نکنیم. و در آشپزخانه بودم و دیدم که 3-4 نفر شکایت کرد از مرچ، گفتم باید که نباشه. طبعا مرچ هم اگر زیاد شود تیزاب میده زیاد میشه، دوستایی کوشش بکنید که کمتر استفاده کنید. و بعضی دوستایی مثلا که از لیمو هم زیادتر استفاده میکنن که اگر زیاد شود باید میشه که تیزاب میده شما زیادتر شود و یک رقم باز دلجوش میشه این مونموز که تیزاب میده ما زیاد میباشه و باز دیگه مشکل بر ما پیش میشه. و وقتی که به این مشکل ما مواجه شدیم کوشش بکنید دوستایی که چند تیکه نان خشک نوشجان بکنین تا که پس خوب شوین. یک چند چونگی نان خشک یعنی بشه جان بازو دبین دندانه با نمان اگه چونگی باشه. حالا نان میگه بشه جان که بازی یک دفعه دنان خوردن هم شروع کردن شاید که یک نان خشک مکمل بخورن. خب نوش جانشون کسی که اشتها داره طبعا دیگه میخوره، کسی که نداره دلش نمیشه باز. بله یکی از دوستای ماست او دیگه عاشق عاشق نان خشک است. اما هر باری که امروز در یک مسیر برابر شدیم رفتیم یه جایی امید دیده که دم یک نانوایی نان بسیار به یک شکل خوبش آماده شده گرم است. گرم است سنوش که میسایی که تو اولی میجه ساعت که یک دودان نان بگیریم دودان نان خشک جا به جای میخوره. خب خیر از خوب از نان خشک از بعضی هستن بشه روز بازم قسم عاشق گوشت هستن. کی؟ بعضی ها گوشت خدا هزار روش نازه کرد دیگه بشه جانم کمه که خوش داری رو سایز بخاطر دی امروز فکر میکنم کمه که بشه جان گرفته است خاطر سر میزاش پس خانه گوشت نیست همون تو گپ است. ولد خب اگر باشه خوش دارم، اگر باشه علاقه دارم استفاده میکنم، ولی اگر نباشه قدر باز نخزی شام نیستم. خب تو که زیاد استفاده کردی بشه جان. و یک گپ دیگه است کسایی که باز زیادتر از گوشت استفاده میکنن یعنی در هفته کلش گوشت استفاده میکنن در وعده غذایشان بشه جان باز کمه که تندخوی هم میباشن یعنی کمی زشت میباشن. هو استثناست یکان یک تعداد مردم هم تو میباشه و گوشت هم بخورن هم تو پیشونی ترش حساب خراب است. همه قسم به دنیا آمدن هم رقم به دنیا آمدن به می پیشونی ترشی و می غال مغال و می تندخویی. ولی من یک دوست ماست یک روز در برنامه ما مهمانم بود که یک نیم کیلو گوشت تنها خورد. البته کم کم که از اون خورمش بر دیگه اندیوالا داد کدام خیبر جان خانه میگی؟ چقدر خوش خوی است، چقدر یک بچه پرحوصله است. من اگر نمیم گوشت خوش دارم اما فکر نکن که باز روز استفاده کنه. و اگر به خیبر جان گفته بشه جان که اگر در برنامه شما گوشت آماده میکنین و میان در غیر از اونه اگر گوشت استفاده اگر پخته کنی خوب اگر نکنی نه و خیر. و یک دوست دیگه ما مسته که اصلا گوشت بدش میان گوشت هیچ نمیخوره یا خور است نتبان. بله گفته ایمو خورجی ها ویژیتریان هست سبزی خور است سبزی نوشجان میکنمش ولی خدا از اصاب خرابه زیو هم نگاه کنه دوست عزیز یک دفعه که اصابش خراب شد تو تیک چیخ میزنه که نه فروشگاه باشی و خیخانه خبر میشه یک صدا دارم حتما صداش هم دیگه اما قدر بلند است خیر باشه خدا برشان خلق خوش نصیب بکنه صداش توپ چاش توریست. خب دوستای عزیز بشه جان به بیرون رفته بر شما راجع به دیگ منتو معلومات آماده کرده فکر کنم که دیگ منتوی برقی است که چه قصه باید استفاده بکنیم این بخش با هم تماشا میکنیم در دمه برمیگردیم با ما باشین. با
ما هستید دوستای عزیز. امروز باز هم بیرون آمدیم تا برای شما یک نوع دیگه معرفی کنیم. و این دیگری که امروز میخوایم معرفی کنیم برای شما بسیار سهولت آورده و شما میتونید بعضی غذاهایی که سرخ نشده باشه و بدون روغن باشه آماده بسازید. و این دیگری که امروز میخوایم معرفی کنیم دیگ منتوس که میتونیم در داخل دیگ منتو هم آماده کنیم. و یک خوبی از دیگ دوستای عزیز است که دیگ همراه با برق روشن میشه و همراه با برق استفاده میکنیم که بسیار میتونیم زودتر غذا را آماده بسازیم. و بعضی مشخصات دیگه داره دوستا که دارای سویچ هست که هر غذایی که ما میخواهیم که آماده بسازیم میتونیم داخل دیگ آماده بسازیم. که این قسمت ببینید دوستا که عکس رانمرغ هست که میشه که رانمرغ هم داخل دیگ آماده بسازیم که چلوس، زردکس، موی، سبزیجات است. میتونیم که انواع اقسام غذا را داخل دیگ به شکل بخارپز آماده بسازیم. و دیگه خوبی داره دوستا که شما وقتی که در خانه منتو آماده میکنید شاید از دیگای استفاده کنید که آب داخل دیگ مندازی و بعد از سر گاز یا منقل میمانید تو آب گرم شد و بعد از اون منتو رو داخلش میمانید تو پخته شد، یک اندازه وقت شما را میگیره. ولی این دیگ وقتی که میخوایم که منتو آماده بسازیم به این شکل جای داره که داخلش آب مندازیم و یک درجه داره که نشان میده که آب به چی اندازه باشه. وقتی که آب انداختیم به خاطر یک فیلتری که داره که تا غذا یا میده شده غذا داخل ماشین نره، داخل منقلش نره که خرابش نکنه، یک فیلتری که بسیار معقول داره که از جلوگیری از خراب شدن ماشین میکنه و میتونی که با آسانی از ماشین استفاده کنی. و یک خوبی دیگه ازی دوستا که زود آب گرم می‌سازه و غذایی که شما می‌خواید بدون صفی وقت میتونی که این غذا را آماده بسازی. و دوستا عزیز این دیگه را که امروز معرفی میکنیم دارای سه منزل است و یک دیشک دوگام داره که میشه داخل ازی برنج به شکل بخارپز آماده کنیم که بسیار یک برنج خوب و خوشمزه میتونیم آماده بسازیم. و همچنان کچولو، مرغ و بعضی غذای دیگه که کسایی که مریض هستن میخواین که غذاهای صحی نوشجان کنن میتونن که با استفاده کردن از دیگ غذای خود آماده بسازن. خب دوستای عزیز ای بود راجع به دیگ منتو که برای شما معلومات دادیم. و در اخیر تشکر میکنیم از فروشگاه اسپینس که در تهیه برنامه با ما همکاری کردن و در ادامه برنامه با ما باشیم. شما هستیم دوستا، خوش آمدین به این برنامه. بشی جان امروز خواستن ممارشان کمک بکنم میوار بشان پست بکنم و خودشان هم میخواین آناناس جور بکنن. و دیگه ای که دوستا عزیز بامیه داخل دیگ آماده میشه، بادن جانو بیرم بشی جان اضافه کردن و رو به انارم. بشی جان های کدام مسئله دیگه اضافه کردی یا نه؟ خب کیو بود و مسئله سبزی بود که همیشه اضافه کردم. شما اگر مسئله سبزی نداشته میتونه که از کری پودر یا مسئله کری استفاده کنی و از سرپوش دیگه مونده به شکل آهسته 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 حرارت کم است پخته میشه. و آناناس از این قسمت برش کردیم، این قسمتش یک شکل بسیار مقبول به خود گرفت که او را با پسان قیچی کاری میکنیم. ولی باید که این قسمت موادی که داخلش هست باید که رو بیرون کنم. خب امرا با چی میخواییم بیرونش کنین؟ امرا با کارد یا کدام وسیله خاص است؟ خب امرا با کارد هم میشه، اگه سخت بود باز قلم چکو شده برش بگیری. خب باز میتونیم که جورش بکنیم، یعنی میواری که میخواستم تزیین بکنیم کمک جنجال کار داشت عزیز. دیگه باز گفته باشی جان قلم و چکش هم کار خواهد بود. بله قسمت چوب ازی کمی سخت است. آناناس هم دوستای فواید بشمار داره، بخصوص دوستای ما که زود زود گلودرد میشن از سر میکروب ها کوشش بکنن که یک گلاس آب طبیعی آناناس نوشان بکنن یک خود آناناس، یعنی که میتونیم بگیم ضد عفونی است و زودتر دوستای ما را خوب میسازه. بله و کسایی که تکلیف میدادن در ازو زیاد فایده داره باید که استفاده کنن. اینه میجم کارکای مشاوره دارن دوستای میگن کل ما تکلیف میدادیم بشیر جان کلشان دارن. بله نه باید که و یک بار چکشان ببینیم. نه فردین جان میگم من گلودرد هستم. فردین روزای دیگه نبودن، دین روز دیگه من تون پخته کرده بودن، مورز چرا نبودن؟ خب امروز به خاطر آناناس فکر کنم که بعضی بیماری پیدا شد. خدا مریضشان نکنه، خیر است آماده میسازم برشان. خب شما خدا مریض هست دوستا عزیز، بشیر جان بر کلتان میتن زرب نیز بانه کنی نمیتون است؟ بله. و این قسمت بشیر جان کار نمیه؟ سرمی قسمت عزیز دوستا عزیز پیشترم دوست دیگه ما
فکر میکنن که شما تن یک طرف شکار دارین از او خاطر. دعوا کرده بودن، گفته بودن که این قسمتش خورده نمیشه، ولی ما یک بار امتحان کنم ببینم اگه خورده میشه نمیشه. بس ما برشان میگم که میشه نه. اگر رسیده باشه خورده میشه فکر کنم. سخت بود. باشه جان، پوستش هم خورده میشه. خیر، هوا را برات میمونه خیر. نه، با خاطر اینکه خودتان کمه که شکم خود دوست داریم، گفتم میشه که از پوستش امتحان بکنین تا کاماده میشه کم کم. نه حالا چرا از خود اناناس امتحان نکنم تا پوستش رو گمش کنم؟ خب پوستش باز به پسان خود بردارین. افسوس که دوستا دیده نمیتونه پسان سر پوست ازی و سر چیز ازی که غال مغال میکنه. ات یک غال میشه دوستا که ایران مانه. بشه جان، مطلع که دوستا بگن که دمر خود این اناناس نخورده. نه، مطلب از اناناس نیستم. مطلب از ایسته که همه گی یک جو شدن با یک محبت خاص نشده. خب بطور از همچیش میسته یک دوستم که باشتا میخوره دیگه میخوره زد کنه. بشه جان میگه مام خورده میتونم از خاطر دیگه نبوز که باز شکایت شما مبرایه. کاش که در کارم هم تو باشه. رقابت سالم است. بشه جان، رقابت خوردنی، رقابت شکم. خب بشه جان، با میار مساله رو فکر کردیم گاز کم ساخته نه وقت کم کم پخته میشه. بله دیگه گفتم خودش پختش میکنه. اما اگه دیگه با سوخت چی؟ سوخت اونم متوجه اگه من نبودم میسوزه. خب دیگه یک از زحمت ما با ضعیف شوه؟ گوشت خو نیست که ضعیف میشه. بامیاس. یعنی که از دل بیرون است، اما فکر کنم از گوشت هم کنم مزه‌دارتر باشه. بشه جان. بامیه؟ بله. یا فاصله؟ ای که خودت کدامش هم میبینی من چون نمیفهمم. بامیه. بامیه. خب مزیش زیاد است. واقعا که تمام مزی بسیار خوب داره و من ضرورت دیشک دارم. این وقتی که آماده ساختیم به همراه با کار دیشکل کم برش میکنیم. یعنی باید داخلش خالی باشه؟ باشه نمیشه که همراه با قاشق جورش بکنین؟ همراه با قاشق هم میشه، ولی ام یک تم مزه که داخلش هست همراه با قاشق خراب میکنه. خود باید که به میشکل آماده شوه. این قسمی بهتر میشه؟ بله، همراه با کارد بهتر است. و به شکل وقتی که پاکش کنیم مواد که داخلش هست همراه با آب خود اناناس بیرون میشه. خب پوست شما میخواین که به اصطلاح یک ظرف جور کنین، باز داخلش کم کم میوه بندازه نمطور است؟ بله. خب کسایی که خواستن میتونن که آب اناناس، یعنی وقتی که مغز اناناس گرفتیم داخل میکسر بندازن آبش بیرون کنن همراه با آب ازی. خب یک بار متی که شروع کنم خراب نشه. خب امرا با آبش یک کیک آماده بسازن و از دانه های اناناس که به شکل برش میکنیم کم کم همراه با مواد کیک هم مخلوط کنن داخل کیک یا مواد کیک گذافش کنن. خود از زیره به میشکل جور میکنیم، قالب جورش میکنیم، مواد داخلش بندازید داخل داش بانی، ولی داش بسیار گرم باشه. ماندی خود ازی هم قالب میشه و داخل ازی هم یک کیک آمده میشه. یعنی که با ضرورت به قالب کیک نیست، تنها میتونیم که با خود پوست آناناس کیک آمده بسازیم. مزه داره بشه جان؟ پرسو نکن. همونطور است که یکان روز بشه جان، یکان روزی که در بعضی ماها وزنتان فکر کنم زیاد میشه بخاطر ازی که در مو ماه زیادتر غذا استفاده میکنین. متخصص های تغذیه گفته که هرچی که میباید استفاده کنی خیر است. آه، اما باز گوشت باشه و غذای چرب باشه باز او خیر نیست دیگه. خیر نیست که و اگه او استفاده کردی خلاص دیگه. خودش برای جای خودش بگیره. خب پوستش آماده شد، نه که کاسهش آماده شد بشه جان. کاسه آماده شد، نوبت ناکش. هر میوه که خودمون خواستیم میتونیم انتخاب بکنیم؟ هر میوه که فصلش بود، اون فصلی که پیدا میشد همیشه به میشکل مثل یک فروت سالاد جور میکنیم و بعد از او اگه توت زمینی هم می بود یا که آلبالو رنگ معقول تر برای خود میگیره بخاطر اینکه رنگای متفاوت تر انتخاب میکردین. بله، خب فعلا امروز ما رفتم دیدیم که صرف امیا بود، ولی اگر همراهش انار باشه انار هم یک تم بسیار مقبول خوب می داشته باشه و رنگش هم سرخ است و رنگ جالب برای خود میگیره. بله. ای میده شدنش هم دیگه گفته خودتان نظر باشه و قلاقه است که هرچقدر میدهش کنیم یا بزرگتر باشه. نه، باید کمه که خورد میدهش کنیم به خاطر کاسه خورده است. اگر کلان کلان باشه سرطانه یک دانه سیب امرا بانک جای میشه دیگه همه مواد دیگه جای نمیشه.
کبیره که بشیران در گوشت اضافه میکنین میگین که اخته میکنه مثلا غذا را، اما اگر در بین میوه میدش بکنیم باز میوه را اخته نمیسازه؟ نه خیر، به خاطر خود میوه هم امرو با کیوی یک جای مخلوط میشه و آب دارن. اما کم نمک اضافه کنیم باز فکر کنیم اخته شوه؟ اخته نمیشه، میشاره از بین میره، بیخی حل میشه، حل و گک میشه. خب این هم به این شکل میده میکنیم و داخل زی اضافه میکنیم. دوستو از بشیجان هم کم کم میخواین کبیر میده بکنن و میوه دیگر هم میده بکنن و داخل کاسه که جور کردن از خود آناناس میخواین اضافهش بکنن. شما که میخواین از بامیه خوشمزه بر شبتان آماده بسازین، مواد لازم یادداشت بگیرین و همچنان بخش نکته برنامه رو تماشا میکنین. در ادامه برمیگردیم، باشین. مواد لازم بامیه و رب انار: بامیه 1 کیلو، بادنجان رومی 500 گرم، پیاز 1 عدد، سیر 6 دندانه، رب انار 2 قاشق غذاخوری، گشنی 100 گرم، چکن کیوب 1 عدد، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. برای پیشگیری از سرطان از اینها بپرهیزید. از گوشت‌های سنتی و فراوری شده بپرهیزید، زیرا حاوی نترات بوده و تاثیر منفی در بدن ایجاد می‌کند. توصیه می‌کنیم تا جایی که می‌توانید مصرف گوشت سار، غلجات تصفیه شده را محدود کنید و از مصرف زیاد شکر و همچنین مصرف الکل بپرهیزید. توجه داشته باشید که مواد غذایی کنسروی حاوی ترکیبات شیمیایی مضر مانند بیسفنول A می باشد که اثرات منفی در بدن ایجاد می کند. توصیه می کنیم مواد غذایی داغ را در ظرف پلاستیکی نریزید. از ظروف پلاستیکی نیز برای گرم کردن مواد غذایی در مایکروویو استفاده نکنید. شما هستم دوستان، خوش آمدین به این برنامه. باشی جانم کم کم نام خودم تو یک لقمه گرفته و کم کم کار کرده، کار خود بالاخره فکر کنم تمام کردن، کار خود تمام شده، ما خوردن نه. دوستان هم یک لقمه کمی جمع میگرم باور که کو همه گی میبینه، ولی در جریان وقفه نیمی قاب خلاص شد. خود اگر دوستان نمیخواد لقمه بندارن که بیاد استفاده کردن. یک نفرم تو خورده و خورده خورده میگفتن دروازه رو بسته کن، تا باید دروازه رو بسته که دلش برو چه میده رو بسته کن که دروازه رو بسته. خب این فکایی بود کمی لحظه دوستای باشی جان گفتن و باشی جان بر شما دوستای عزیز گفت، بخاطر زی که خطا بودن که باشی جان کلا میبره نخور از خاطر. خب یکان دفعه خب همه فکایی ها کلش که هر کسی میگه کلش یک بار تجربه شده که با سور و فکایی جور کردن. اما بشیران بازی فکایی زیاد دار، مثلا موی که بشیران چند بار افتیده بود و خود تماشا داشتیش. کی؟ امون شخصی که مترش افتیده و خودش افتیده بیچاره به جای، باز بالاخره وقت آخرم رفت فکر کنم یک دلپوری برش دادی خلاص. والا فکر خدا میگرفت که نمفته، چرا فکر خدا نگرفت؟ خب اما اگر باز باشی جان کسی را کمک کنیم، به نظر من خوب از بازو هم در وقتی که باران بوده نمیفهمم افتاد بوده چیگه بوده. برف بود، باران هم آه برف بوده، بیخی وحشتناک من یه خکم بوده. خب خدا توفیقش بده باز نفته. حالا خود دیگه خشک است، اگر دفعه باران میشه باز کمی آب و دیگه پا در جوچا میباشه، باز امکان افتیدن است. گپ در افتیدن شد، بازم یک فکر یادم آمد، یک نفر بود نامش نمیگیرم، سیل آمده بود، مشم چی شده بود خونه متوجهات بود، یک نفر دم داخل آب افتیده بود، ام صدا میکرد کمک کمک، یک دفعه دست بالا میکرد کمک، میگفت باز پاس دیر قطعی میرفت. خو این نفر دست انداخت، از دستش گرفت تیره کشید، یه گفت چطور هستی، خوب هستی؟ گفت تا خوب هستم. گفت بیخی مطمئن هستی خوب هستی؟ گفت تا بیخی خوب هستم. پس یه تیله کدم در یانده. یکی دیگه آمد گفت حالما که دیدم توی کمک کردی از داخل او کشیدی که زنده بانه، یه چرا باز انداختی؟ گفت نمیگن که نیکی کود در دریا بنداز، من نیکی کردم اون رو پس کشیدم شفاره و داخل دریا انداختمش نیکی کردم. خب این فکایی بود یا سرگذشت؟ یک فکایی بود دیگه بیشه جان. چرا که اکثرا شما گپایر فکایری که میگین سرگذشت خودتان میباش از خاطر؟ نه نه کدام کسی رو غرق نساخته باشین. تو یک فکایی خودت گفته بودی روز در اتاق میشم رو بگیم؟ متاسفانه بشیران بیادم نیست، اگر با دوستان میخواستم بگویم چی بود میشه خودتان اگر بیاد داشته باشین. اونمو فرق بین کدام وقت خوشبختی و بدبختی که بوده؟ باشیدان به خیالم نیست که من تو یک فکری بر شما گفته باشم. تو کلش تو سری چوبه کاز بشته جان. نه تو نست فکر کنم من کدام کسی رو به چهره مدیدنی فکری رو میگفته، بخاطر زی که میش به یادم نیست.
یادت نیست من تا ما شنیده بودم فرق بین خوشبختی و بدبختی بود که این نفر پرسان که بودن که در کدام حالت خوشبخت هستی آیا کدام وقت شده فکر میکنم به تو بوده کدام وقت شده که خوشبختم شده باشی بدبختم خب باز چی گفته بودن؟ یادم رفته نمیفهم خیر پس یادم قامت باست میگم خب خیر باشه از همه چیز که مهمتر خزه سلات خامده شد دوست عزیز اما میشه که همه ایش خاطره میگه خزه اما باشی جان خودتان اگه یک روز نان نخوریم چه شکایتان خواد برامد خب می رضا است خودتان نمیفهمیم یک روز نان کار کنن نمیتونم باید که نان بخوریم بله خب دوست عزیز سلات خوشمزان بشیرون آماده کردن و یک ظرف آماده ساختن از خود پوست آناناس که میبینیم بسیار مقبول از دوست عزیز و بشیر جان هم دیگه مصروف کارهای خود است فکر میکنم کمیر ماستایی که در بگیرم و از استودیو برم در روزی استودیو بسته از جای رفتن نمیتونم امروز واقعا در روزی استودیو را دوستا بسته کردن بخاطر از اینکه فکر کنم علاقه مندان زیاد بود فکر میکنم خاک نبه خاطر از بشه جان نگو در واسه استودیو رو بسته کردن که باز خوال مغال شان مبرای که چرا در بزر خواه نه بشیر جان خواه بسته نکرم و دوستای بشیر جان خاک بات هستن خاک بات هست بس زورتان چیز بشیر جان یعنی خاک داخل استودیو نشه یک همه شمال هست میبینیم که چقدر بامیه دوست عزیز هم قسم درست آماده شده بعضی خانم هستن که در آماده ساختن بامیه مشکل دارن گفته بشیران وقتی که اگر ما داخل دیگه اضافه کنیم و چند بار را با کفگیر شور بتیم طبعا دیگه باز دو میده میشه نمیتونیم که یک بامیه درست و خوشمزه آماده بسازیم با خصوص دوست ما که باز مهمانی می داشته باشن میخوان که بشیران یکی گلپی را یکی می بامیه درست معلوم شده درست معلوم شده باید که خوبتر آماده شه و می خاطر ما هم همیشه کشیده می داخل دیگ نگاه نمیکنیم خب امروز فکر کنم که از میوه استفاده کردین با بسان خود نگاه نمیکنیم نه جایی که میوه باشه دیگه از چه از اینکه خورده گوشت خونه ایست نگفتین گوشت خونه ایست که روش گرانگ باشه اما گرانگ میگن یا نازک میگن نازک است نازک است یعنی خودش گوشت سخت است تا او رو بخوانتی نرم نمیشه خب بشیران غذا رو میتین به من ما خودت یک کار میکنیم دستم چسبید که ای بشقاب هم برای خودت میتون بشقاب هم برای باز بشقابه که بر من دادین امراش باز آناناس هم مجبور استن بتین خو خیر اسین جمعی باشین باز بعد از برنامه تصمیم میگیریم بشیر جان شیر خب میشه که نصفش کنیم باز نصف بامیا نصف میوه نه اگه خوردیم همیشه میخوریم اگه نخوردیم میشه شیر خب خیش خودم روز نمیخوری دوست عزیز ای بود یک سالاد بسیار خوشمزه که بشیرن بر شما آمده کردن امرا با آناناس و همچنان بامیا که امرا با رو به انار آمده شد و همکاری ما رو خدا دیگه نمی حال آمده هستن که برنامه تمام شد و بیان نوش جان کنن اما میتونید کمی لحظان بیاین دوست عزیز وقت خوش برتان میخواییم روز خوش خدا نگهدار بله دوست عزیز تا برنامه بعد خدا حافظ ناصرشان